استاد عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح میگوید که جرگه مشورتی صلح به هدف کمپاین و حمایت از فرد خاص برگزار نشده است. رئیس جرگه مشورتی صلح میگوید که این جرگه چارچوب و حدود گفتگوهای صلح حکومت با طالبان را مشخص میکند. در اینجا نه برای حمایت از کس جمع شدیم، نه برای پشتیبانی از کس جمع شدیم و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در اینجا جمع شده. پس از بحث اعضای کمیته های 51 گانه جرگه مشورتی صلح، رئیسان این کمیته ها پیشنهاداتشان را ارائه کردند. حفظ قانون اساسی، اعلام آتش بس، حفظ دستاوردهای 18 ساله، لغو شورای عالی صلح و فشار وارد کردن بر عامیان مالی و تسلیحاتی ترکستان از خواستهای اصلی اعضای جرگه مشورتی صلح است. اعلان آتش بس از هر دو طرف. دوم، قبول کردن بعضی از خواسته های مشروع طالبان و اشتراک آنها در حکومت. سوم، تقویه اجماع داخلی برای صلح. حفظ قانون اساسی، حفظ دستاوردهای 17 ساله. این دستاوردها نباید قربانی مصلحت ها گردد. برای تامین صلح، تعهد بین المللی از اهمیت زیاد برخوردار است. قرار است روز جمعه رئیس جرگه مشورتی صلح اعلامیه پایانی این جرگه را با مردم شریک کند. این تمام گزارش ها توحید میشه امرای رؤسای محترم کمیسیون ها از سر امرایشان شریک ساخته میشه و کدام اعلامیه مشترکی که از این مجلس پس بیرون میره او اعلامیه هم تا که تمام مجلس به او قانع نباشد، چون از طرف شما میره او اعلامیه بیرون نمیره. این سخنان در حالی مطرح می شود که جرگه مشورتی صلح از سوی شماری از اعضاب، جریان های سیاسی، نهادهای مدنی و شماری از تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری تحریم شده است.